دلی 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 دلی
دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی سپاس از گروه دلشدگان، پیام فرشاد تنبک، آزاده رضازاده، آواز صداتون شنیدین بسیار زیبا، رامین میلانی سرپرست گروه، رضا کاظمی خواننده، آواز شما شنیدیم و همینطور محسن حجازی تنظیم کننده و نوازنده عود و ستار. خیلی ممنون گروه دلش. آقا خواستی دست بدیم؟ دست بدیش کنم خودمونی شدید. گروه دلشدگان، البته هسته مرکزی گروه دلشدگان، خیلی خوشحالم شما میبینم اینجا، بسیار کار قشنگیه، خیلی زیبا. از کجا هستین در ایران؟ از مشهد. مشهدین؟ یعنی 0915 است کدتون؟ خیلی عالی. بعد در مشهد شما اجرا داشتین دیگه، درسته؟ در همین شکل یه شکل دیگه بوده گروه، یه شکل متفاوت، ولی هسته مرکزی همین بچه‌ها بودیم و همین هماهنگی های صدا که خیلی زیباست، هارمونی میگم یا غیره، ولی بسیار زیباست، خیلی امروزیه. درست. واسه اینکه من خیلی تنظیم های مختلف شنیدم که خیلی تقریبا از اروپایی میکنه، میگم مال شما انگار مال دوران هخامنشی دوباره زنده شد برام. بسیار کار قشنگه. و میبینم که شما تنبکتون ماشاءالله خیلی خیلی زیاد. خواهش میکنم، ما حاضرم بیارم فقط وزنش زیاد، حداقل 5 کیلو توی فرودگاه رو ندادن، سخت بود براشون بیاره. خیلی کارا قشنگه. شما هم صداتون بسیار جالب بود، یه صدای سوپرانو. سوپرانو میخواستم، صدای زیر یا نازک یا چم چی بگم، ولی کاملا یه حس جدیدی به این نوع موسیقی میده. این شما به گروه پیوستین، این حس ایجاد شد یا دنبال این حس بودین برای این گروه، حس این نوع صدا؟ یک بهونه کار ایشون بودن که چون صدای خاصی داشتن به خاطر همین از فرم صدای ایشون استفاده کردیم تو تنظیم. این تحریرها شما کجا گرفت، چیزی که الهام گرفتین یا انجام میدین؟ من هم کار کلاسیک میکنم هم کار ایرانی، به خاطر همین اینا رو تلفیق کردم با هم دیگه. بله، چون هنوز ایرانی هست نه؟ بله، فقط نوع تحریر تحریر دیگه ایه که ما داریم میشنویم، فرمش کمی کلاسیک داره. خیلی قشنگه، بسیار عالی، خیلی کیف کردم. آهنگایی هم که شنیدیم آهنگای محلی بود که شما انتخاب کرده بودید با تنظیم جدیدی. درست. که این تنظیم هم کار محسن جان هست، محسن اجازی، و همچنین صدای شما خیلی ممنون، بسیار هم صدای خوبه. این تفاوت صدای زیر و بم رو هم توی نوع اجرا من شنیدم، هم توی صدایی که بین شما هست، که این دیگه حس دلشدگان میشه گفت. هست دقیقاً، اینجور سازبندی و اینجور تنظیم رو نداشتیم تا الان. این دفعه اول چنین سیستمی اجرا میشه. اگه تو تنظیمات دقت کرده باشیم و تو صدادهی سازا، یه جوری میشه گفت یه تلفیق نرمی با موسیقی کلاسیک شده، ولی اون اصلش حفظ شده. آخه شاید موسیقی ایرانی اصلا نیاز نداشته باشه به اینو سازبندی. نیازشو کسی تعیین نمیکنه، هنرمندا تعیین میکنه، هنرمند دستش بازه، میتونه هر کاری باشه. خوشا زد تو ذوق من ایشون، من خیلی خوشحالم. ولی خیلی تنظیمای قشنگه واقعا، من خیلی کیف کردم. ولی قطعا شما تکنوازی داشتین. درسته. به اسم آفتاب. آفتاب، درسته. که حس خیلی امروزیه، فکر کنم خیلی از بچه‌هایی که موسیقی پاپ گوش میکنن تو خوششون بیاد. درسته. مثلا یه فرم تقریبا خاصیه تو سنتور که دوئت نوازیه، یعنی هر دو دست سنتور همزمان باید ملودی بزنه، یه دست آکورد میده و یه دست ملودی میزنه. خیلی جالب. حالت خاصی. آهنگ دیگه میشنیم به همین روش دلشدگان در برنامه که بارها شنیدید، ولی این رو گوش کنید. خواهش میکنم. نوایی 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 همه با وفایم تو گلی وفایی نوایی 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 جوانی
که هر دم میگشاید پرده ای از راز خاکستر. چه بس افسانه های آتشینم هست و خاموشم، چه بس افسانه های آتشینم هست و خاموشم، چه بانگی بسیار گروه دلشدگان که روی پیرهنتون چی نوشتون در زمانان مونده؟ بیا تا یار هم غمخوار هم باشیم. باشم من پشت سر میشم نمیشم. سپاس گروه دلشدگان، خیلی ممنون از همگی شما با ما بودید در برنامه موسیقی بی بی سی. حالا باید برگردیم به سوی کشور و کنسرت های بعدیتون. خواهش میکنم.